بسیار زیاد تشکر. دوستان عزیز، طوری که عرض شد دیروز یک مصاحبه بسیار جالبی در پیش است. خدا کنه که طوری که به حساب وعده شده به مون ترتیب به پیش بره. تلویزیون شما مردم است، او مردمی که تلویزیون میبینین، او خواره و برادرایی که تماشاگر تلویزیون پیام افغان که پیام آور شما است، پیام شما را دوباره به دیگاه میرسانیم و از دیگاه را برای شما یعنی به حساب یک منبع خبری صادقانی جامعه بسیار محترم و شریف ستم دیده افغانستان که امروز وطن ما در یک مخمسه مصیبت و جنجال قرار داره، این نشریه نشریه شما، تریبیون شما، صدای حق شما هست که از این طریق، از این فلتر هیچ چیز پنهان انشاءالله نمی کنیم، پوشیدن نمی مانه. انطوری که سپین و سفید می گوییم و اوریان صحبت می داریم، ما به شما وعده می تون به حیث یک برادر مسلمان شما که انشاءالله آنچه حق است، آنچه خوب است خوب و آنچه بد است بد، انشاءالله از این فلتر، از این طریق کدام چیز پنهان نخواهد شد و مصاحباتی که از این طریق صورت میگیره در قبال منافع اولیای کشور عزیز ما افغانستان خواهد بود. ما با کسی معامله گری کرده نمیتونیم وقتی مسئله افغانستان بیا در هر مسئله و خصوصا سرنوشت مردم افغانستان باشه، برای ما هیچ کسی، هیچ طرفی مگر حق رجحان نداره. یعنی حق به نام خداوند است، به مو خط روان می باشیم، اگر بودیم بودیم، اگر نبودیم نبودیم. مگر اگر یک روز هم ای تلویزیون فعال باشه، صدای حق از ای طریق خواهید شنید و انشاءالله امی هدف و امی پالیسی تعقیب میشه. ولی هزا در افغانستان گروه ها و احزاب و بگیساب سلیقه های مختلف هم امتو که عیرت صاحب فرمودن و امتو اقوام مختلفی و مذاهب تشریف دارن و بمو عقاید خود با پیش میرن، یعنی زبان های مختلفی. افغانستان از مجموعی به حساب اقوام، زبان ها و سمت های مختلفی که هر بخش افغانستان یک گل خوشبو و با رنگ بسیار زیبا که باغ عمومی افغانستان تشکیل میده و در طول سالهای متمادی امی باغ به باغبانهای افغانستان یعنی پرورش کرده و نگاه داشته، نسل به نسل و یکی بعد دیگر برای یکی دیگر تسلیم دادن و در طول تاریخ افغانستان این کشور به حساب توسط نگهدارانشان که خداوند و مردم افغانستان بوده نگهداری شده. فلهذا امروز هم اگر در یک مقطع تاریخی افغانستان در یک مصیبت جنگ، بی‌اتفاقی و به حساب غلامی بعض ما برای بیرونی ها و بعض اشخاص فرق نمی کنم، دوستای عزیز، ما باز هم هویت خود داریم، اشخاصی بسیار شریف در خطه زندگی میکنه. انشالله با حاصل کردن موقع ایشان روی کار خواهد آمدن و امور کشور را برای نفع مردم به پیش خواهد برد. به هر حال دوستای عزیز، طوری که دیروز صحبت شد قرار وعده، قبل از اما مصطفی جان آقای میرکی، دکتر سید میرکی بر ریاست جمهوری افغانستان کاندید هستند. دوستای عزیز، روز دوشنبه آینده اینا طوری که تصویرشان میبینین و دستار و خوب جدی آماده است، آماده خدمت برای افغانستان هستند. اونا مهمان پروگرام ما خواهد بودن روز دوشنبه در بخش سپین خبری یا سخن اوریان تشریف خواهد آوردن. زد دکتر سید میرکی در دوشنبه پور از دیسپین و خبر و یا سخن اوریان پا برخه که لرم تشریف راولی اغبی. برحال دوستای عزیز، امروز ما با یکی از اشخاصی بسیار مهم صحبتی داریم. اهمیت ایشان به این معنی که
سخنگوی یک جبهه تازه آغاز در مسائل سیاسی افغانستان و جبهه بسیار مهمی هست که سابقه بسیار طولانی در افغانستان همه تو جبهات ندارن، مگر همه جبهات بعضا اینجا و اونجا با تغییر اسم و رنگ جبهات تشکیل شده و در مسائل و فعل و انفعالات سیاسی افغانستان روی کار آمدن و دوباره ذوب شدن. حالا هم یک جبهه به نام جبهه متحد ملی تشکیل شده که به حساب رئیس از اونا آقای استاد صاحب برهان الدین ربانی هستن و اعضای امی جبهه شما فکر کنین آقای گلابزوی هستن، آقای علومی هستن، آقای سیاف فکر میکنم هستن، آقای ربانی صاحب هستن و یقینا آقای فاضل سنگچرکی مهمان پروگرام امروز ما که سخنگوی جبهه هستن ایشان هستن. حتی نواسی ظاهرشاه مصطفی جان ظاهر هم یکی از اعضای فعال جبهه متحد هستند. یعنی امو گروپی را که شما عرض کردم بمی نوا و بمی سلیقه درست شده یک جبهه ترتیب شده و از آزادی به حساب اعلان احزاب اینا هم استفاده کرده. شما چگونگی جبهه خبر دارین؟ امروز ما آقای فاضل سنگچرکی به حساب سخنگوی جبهه متحد ملی را داریم که البته با مهربانی آقای شفیع زاکری مصاحبه صورت میگیره. ما آقای سنگچرکی را از افغانستان داریم. از شما افغانا خواهش میکنم که امو به حساب رسالت افغانی خود که از مهمان پذیرایی میداریم و محبت میداریم، مگر در چوکات محبت و مهمانداری سوال باز آزاد است. دو اصل مد نظر میگیریم، یکی که سوال مختصر باشه که از وقت استفاده زیاد شوه و یکی دیگه احترام متقابل در میان باید باشه. برادرانه با هم صحبت میکنیم و این مصاحبه را به پیش میبرم. ما آقای سنگچرکی را دارم. سنگچرکی صاحب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جناب خطاب صاحب، من خدمت شما سلام و احترامات تقدیم میکنم. بسیار زیاد تشکر آقای سنگچرکی، من بسیار خوش هستم و تشکر از این که به وعدیتان وفاداری دارین. یک بخشی مهم اسلام همیست که یک مسلمان وعده میکنه با زمور برجا میداره. اینجا ما امی آغاز ما براتان تبریک میگم که با وعده شما وفادار بودین. ما شما اظهار سپاس دارم و خداوند شما را خیر بده. بسیار زیاد تشکر از اینکه به مصاحبه حاضر شدین و لطف میفرمایید. من از شما تشکر میکنم جناب عمر خطاب. شما یکی از شخصیت های دلسوز وطن هستین از تلویزیون پیام افغان که زمینه گفتگوی بعضی از افراد با هموطنان مساعد میسازن و همچنین از جناب شفیع زاکر که چندین بار با ما تلفن کردن و این برنامه را تنظیم کردن، از اونها هم سپاسگزار هستم. ما در خدمت شما هستم. بسیار زیاد تشکر. اول دمی آغاز آقای سنگچرکی اگه اجازه باشه یک دو چی را مطرح میسازیم و که ما به حیث مهمان شما هستم، مهماندار شما هستم و شما مهمان پروگرام ما هستین و شما میدانین در خود رسوم افغانی ما مهمان بسیار قدر داره، فلحاظ ما قدر شما رو بسیار فراوان انشاءالله میداشته باشیم. مگر بازم مهماندارم بعضی اصول داره که او را هم شما اگر لطف کنین مراد کنین و او بسیار تقاضای بسیار بزرگی نیست که شما او را برآورده ساخته نتانین. اگر اجازه باشه که سنگچرکی صاحب دمی صحبت یک کمی اختصار شوه، یا اگر ما صدا کردم بالای شما باز شما هم تو صحبت کردن نرین که باز شاید امو بخش اسم یک سوال می داشته باشم باز او فراموش میشه. ای تو گپ جر نشه ما بین ما شما، ای تو با تعنی و محبت برادرانه با هم سوال میکنیم و این سوال ها هم